خداوندا، در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم. به لطفت روشن از شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. جای دنیا کسین، مینام عددی هستم با برنامه علمی عبادی قدرت پنهان. الهی نور، الهی نور قدرت پنهان تو خونه تک تک شما عزیزای من باشه. بازم داریم بهتون میگیم هفته عشاق بر تک تک شما عزیزانم مبارک باد و انشالله آقایون یادشون نمیره قدردانی از خانما داشته باشه. انشالله که موفق باشین تک تکتون نازنینای من. و بله، میدونیم که خیلی جاها از طریق برنامه علمی عبادی بخت‌گشایی انجام شده و عزیزانمون سال اوله که دارن زندگی میکنن، انشالله که موفق و معین باشن و انشالله که از پروردگار میخواییم برای اون قلب مهربونشون که چقدر کمک میکنن برای برنامه علمی عبادی. یعنی هر جا که میرن میگن ما یه دون از تقاضاهامون اینه که مینا بتونیم کمک باشیم برای بچه های محروم و این تنها چیزیه که میتونه تو رو خوشحال کنه. سپاسگزارم از لطفتون، زنده باشید. ممنونم ازتون عزیزای من، قدردانی میکنیم از شما عزیزا. و بله، یه سری از کارتاتون رو سعی میکنیم باسم. اگه خاطرتون باشه دیروز یه سری از عزیزانمون هدیه هایی رو اعلام کرده بودن و میخونیم و نتونستیم دیروز تمامش کنیم. البته تمام کارت هایی هستن که هدیه طبیعتاً توش هست نازنینم. سعی میکنیم بخونیم و کارت های قشنگ و زیبای شما رو نشون بدیم. بله، کارت قشنگی هم که میبینیم گذاشتن جلوی میز ما. انشاءالله که موفق باشین تک تک شما نازنینا. خطاتون رو میگیریم و باسم با تمام این که هفته عشقه، ولی لطف بفرمایین و امروز نازنینای من سوالای ما رو جواب بدین. همونجور که عرض کردم خدمتتون، از طریق کسانی که به گنجینه ها دسترسی پیدا کردن گفتم واقعا کسی که معنای عشق رو متوجه باشه بهمون جواب بده، به اون جواب درست برای جوابی که واقعا دلنشین باشه، انسان بدونه که یعنی چیزی نباشه که تمام عزیزانمون میگن، یه جواب استثنایی بهمون بدین. بله نازنینای من، جایزه ای رو براتون گذاشتم. ان شاءالله که موفق باشین. خطتون رو میگیریم در این که میز من خیلی شلوغ. البته ای کاش تو استودیو بودین و میدیدین که ماشاءالله هزار ماشاءالله عزیزانی که هدیه فرستادن به مناسبت هفته عشق. البته سپاسگزارم از لطفتون. خیلی هاشون پدر و مادرها هستن که قدردانی میکنیم از لطف و محبتشون. همین که یادآوری میکنن عبادتهای بزرگی که انجام شده، مثل مسئله بارندگی در کشور عزیزمون ایران، مثل شفاها، مثل در ماه یک بار استادای عزیز به آسمان کشور عزیزمون ایران میان، مثل اینکه در ماه یک بار برای شما عزیزا دو ساعت شما نازنینای من چیزهای عجیبی که در زندگیتون دیدین سوال میکنید و جوابشو میگیرید.
راستی ایشالله که معجزه ها همیشه شامل حالمون بشه و هممون با هم اگه موافق باشین دستمون رو بالا کنیم و قدردانی از نور الهی بکنیم. بگیم پروردگار سپاسگزارم از لطفت، از محبتت، از سلامتی آرامش که بهمون میدی، از اون عشقی که تو قلبمون میدی و نازنینای من به این امید که بیشتر بهمون هدیه بده با شما عزیزا خط بگیریم و در ارتباط باشی. خطی بگیریم و با شما نازنین باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینای عزیزم. سلام جانم. شما خوبه؟ شما. مرسی عزیزم. بفرمایید. هفته عشاق بر شما مبارک عزیزم. جانم. هفته عشاق برای شما و بینندگان عزیزم مبارک باشه. زنده باشی. ممنونم عزیزم. سلام عرض می‌کنم خدمت هفت استاد عزیزم. قربونتون برم. کشور عزیزم ایران زنگ می‌زنم. کشور عزیزم ایران. بله. به نام مریم، نام مادر خورشید. ام معجزه ها جانم. قدرت پنهان خانم صغرای عزیز خاک خونه‌شون رو فرستاده بودن، از روستای کندر بودن. به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم به 193 تا علنگوی به دست طلا به دست آورد و به چند تا دخترم جایزه دادن. 93 تا ببخشید، می‌خواستم بگم سلام. خب علنگوی معمولی نبودن اونا یا هیچ کدومشون علنگوی معمولی نبودن؟ علنگوی طلا بودن. نه میگم علنگوی طلای معمولی نبودن خانم. اونا ارزش هر کدومشون بیش از یک خونه بود. یعنی اونا فقط مسئله طلا بودنشون نیست. و ارزشای یه موقع می‌بینی چیزهایی که به دست میاد نازنینم ارزشش به قدری بالاست اون ارزش طلا بودنش اصلا حساب نیست. مرسی نازنینم. عبادت برای چی می‌خوای؟ برای برکت کشوی مینای عزیزم. یکی دیگه هم معجزه ها رو لطف می‌فرمی برامون بگی نازنین. چشم. سپیده عزیز که به مدت یک سال و سه ماه روشندل بودن به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن و خیلی هم تو مسجد خوشحالی میکردن. مرسی جان. عبادت برای چی میخوای؟ خواهش میکنم برای برکت بشه مینای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یار و نگهدارتون عزیزم. زنده باشی جانم. بفرمایید. الو جانم بفرمایید. با عرض سلام خسته نباشید. مرسی عزیزم. زنده باشی. زنده باشی. هفته عشاق بر شما مبارک. قربونت برم. هفته عشاق رو به تمام عاشقان و شما عزیزم تبریک عرض می‌کنم. مرسی جانم. ممنونم. بفرمایید گلم. من از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسم؟ عبادت می‌خواستم برای مرضیه نام مادر زهرا. از معجزه ها بفرمایید خواهش می‌کنم. از معجزه های قدرت پنهان احمد آقا و طاهر خانم که بچه دار نمی شدن با لطف خدا و عبادت های هفت استاد گرامی شفا پیدا کردن و صاحب دو فرزند دختر شدن. خدا رو شکر. عبادت برای چی می خواه؟ برای برکت گشایی مینای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی به هدیه کن عزیزم. قربون تو برم مینای عزیز. جانم بفرمی. من قدردان زحمات شما عزیزم و استادان گرامی هستم. زنده باشی. انشاءالله خدا شما عزیزان رو برای ما حفظ کنه. فداتون بشم. خیلی دوستتون دارم. زنده باشی عزیزم. منم شما عزیزانم رو دوست دارم. انشاءالله یه روزی از نزدیک روی ماهتون رو ببینم. دست مهربونتون رو ببوسم. فداتون بشم عزیزم. من بغلت کنم در آغوش بگیرمت. خدا یارو نگهدارت. خدا حافظ. قربونت برم. اگه امکان عزیزم. جانم. اگه امکان داره اون دست پرمهرتو برای من بالا ببری چشم ممنون میشم. چشم خانم. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدای مهربان عشق و محبت رو تو زندگی بهت هدیه کنه. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو سلام و عرض و ادب. سلام جانم. و احترام خدمت استاد گرانبها مینا سادات مددی و ستاره درخشان. فداتون بشم. لطف دارین عزیزم. جانم بفرمایید. چشمتون روشن از ورود آریای عزیزم به کانادا. ممنونم از لطفتون. البته تقریبا 6 ساعت دیگه وارد میشه. هنوز نشده عزیزم. آره قربونتون برم. مرسی. اون ماه عزیزشون رو ببوسید. زنده باشین. چشم عزیز. هفته عشاق بر همگی مبارک باد. فداتون بشم و همچنین بر شما عزیزم. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت درای اکبر نام مادر گلنسا. بله. ام معجزه ها نازنینه؟ آقای طاووس عزیز که در سرمایه گذاری شرکت کرده بودم الحمدلله به نور الهی و دعای هفت ستاره درخشان کبیر به گنجینه بزرگی دست پیدا می کنند. بله. آقای طاووس عزیز
مادر بزرگوارشان هندی و مادر محترمشان ایرانی هستند. میگن من به پاس سپاسگزاری از نور الهی حاضرم 50 خانه به قیمت 200,000 دلار هدیه بدم به کسانی که پدرشان هندی. بله. الو، قد شدی نازنینم. ای کاش دوباره بتونی بیای نازنین. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینای عزیز. سلام جانم، حال شما خوبی؟ عید عشاق مبارک. زنده باشیم و همچنین برای شما عزیز. از کشور عزیزم ایران تماس می‌گیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ عبادت می‌خواستم برای مهرداد، نام مادر پروین. ام معجزه ها خواهش می‌کنم. از معجزات، رقیه خانم در خانه‌ای تنها زندگی می‌کردند. بله. به دلیل وجود ارواح خبیث در این خانه به جنون رسیده بودند. بله. و خانواده پس از اینکه شدت بیماری رو دیدن با قدرت پنهان تماس گرفتن و با عبادت‌های هفت استاد عزیز روح خبیث رو از او دور شد. حالا رقیه خانم در خونه بزرگ روز خودش رو سپری می‌کنن با درست کردن غذاهای نظری برای مستحقان. مرسی، ممنونم عزیزم. عبادت برای چی می‌خوای نازنین؟ برای برکت گشایی می‌نویسم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. تو مسابقه‌مون نمی‌خوای شرکت کنی؟ زنده باشی. جان؟ میگم تو مسابقه‌مون نمی‌خوای شرکت کنی. تو مسابقه نمی‌خوای شرکت کنی؟ مسابقه؟ انگار خبر نداری عزیزم. به خدا می‌سپارمت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عزیزای من، گلهای من، مسابقه گفتیم که شما عزیزا عقایدتون رو زیباترین، خلاصه ترین برامون بگین. عشق پاک یعنی چی؟ اینو برامون عنوان کنین و به بهترین جواب یا آینه میدن. امیدوارم که شما نازنینای من متوجه شده باشید. خطی بگیریم با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینای عزیزم. سلام جانم، حال شما؟ هفته عشاق بر شما مبارک. جانم عزیزم، به شما عاشق ترین عاشق دنیا مبارک باشه. به استاد عزیزم که عاشق خداوند بزرگ هستن مبارک باشه. زنده باشی عزیزم. بفرمین جانم. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ بله، به نام فرشاد، مادر زهرا. بله. اما معجزات فرشته عزیز که در 31 سالگی بر اثر تصادف نابینا شده بود. بله. و در 61 سالگی به درخواست بچه هاش آینه تهیه شد و به قدرت خداوند بزرگ و استادای گرامی شفا شامل حالشون شد و اون شب برای شما، برای قدرت پنهان، یه مجسمه فرشته هم هدیه کرده بودم. مرسی جانم. عبادت برای چی میخوای؟ سلامتی آرایش متوجه شدم، مرسی. خدای مهربان سلامتی آرامش رو بهتون هدیه کن عزیزم. بله، ممنونم عزیزم. خدا میسپارم اتون جانم. لطفا اگر امکان داره دست ما گرامی تونم برای دعا ببریم. حتما عزیزم، حتما. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام علیکم. سلام جانم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. سلام علیکم. زنده باشین، حالتون چطوره؟ سلام مینا جان سادا. زنده باشین عزیزم، حالتون خوبی؟ من خوبم، شکر خدا. بفرمایید. قربونت برم. زنده باشین. قربون محبت و حتی نور الهی برم. زنده باشین، الهی موفق باشین. عبادت میخواستم. از کجا زنگ میزنی؟ من از کشور ایران، از کشور عزیزم ایران. کشور عزیزم ایران. به چه اسمی؟ به چه اسمی عزیزم؟ اسم غلام علی. بله. مادر جواهر. اما معجزه ها چی میدونی؟ از معجزه ها علی آقا بودن که تراشکار بودن، براده آهن داخل چشماشون زد، از چشماشون از دست دادن. بله. به لطف خدا و هفت نور الهی چشماشون رو به دست آوردن. مرسی عزیزم. شفا گرفتن خانمم، نازنینم. چشماشون رو به دست آوردن. بله. کلمه قشنگی نیست خانمم، شفا گرفتن. وقتی شما شفای الهی رو، نه خانمم، به من حق نده خانمم، به من نمیخوام حق بدی، الهی که حق اون به من بده نازنینم.
انشالله که بیاموزی. آره قربون خانمم اجازه نمیدی من صحبت کنم. خانمم محبت منو ول کن. محبت خدا رو تو قدردان نیستی ازش. چجوری عبادت میخوای؟ چجوری عبادت میخوای؟ خانمم خدا نگهداره. انشالله دفعه دیگه نازنینم. عزیزم من کیم عزیزم؟ من عزیزم بار اولته همون. کلام این قشنگی رو گفتی. من بار اولم اومدم رو ار. نازنینم عزیزم بار اول نیا رو ار. برنامه رو یاد بگیر. ایشالله نازنینم تو که کلمه شفا رو دوست نداری با عنوان کنی. برای چی میای رو ار من؟ نازنینم عزیزم. یعنی قدردانی از لطف خداوند رو. تو نمیخوای عنوان کنی. بعد دوباره میخوای در مقابلش. نه عزیزم اصلا با هم نمیسازه. اصلا به هم برخوردی ندارم. انشالله بار اول که داری صحبت میکنی راجب شفاها قدردان باش. آره نازنینم خطی بگیریم با شما باشی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام عرض میکنم. سلام جانم. شما مینای عزیز زنده باشی. مرسی جانم بفرمی. هفته عشاق بر شما مبارک. ایران تماس میگیرم. کشور شما عزیزم ایران مبارک باشه. مرسی جانم بفرمایید. اسم لطفا. دعا میخواستم به نام فاطمه نام مادر زهرا. از معجزه ها عزیزم. از معجزه ها آقای کیان کیانی بودن که ناراحتی قلبی داشتن. بله. این که 12 روز در بیمارستان بستری بودن. آقای کیانی به اعتقادی که به خدای بزرگ و هفت استاد نازنین داشتن از بیمارستان میان بیرون و آینه تهیه میکنن، شفاشون از خدای بزرگ میگیرن و هفت استاد نازنین. آقای کیانی جزء کسانی بودن که چند سال پیش به سختی از ایران خارج شده بودن. بله. دختر عزیزشون رو گم کرده بودن. اون موقع مژگان خانم خیلی کوچک بودن و حالا 41 شده بودن. مژگان عزیز صاحب دو فرزند هستن. حالا 34 از خانوادهشون دور بودن و آقای کیانی میگم وقتی به من گفتن که دخترشون پیدا شده سجده کردم ساعتا و خدا رو شکر کردم و سپاسگزار از خدای بزرگ و هفت استاد نازنینم شدم. حالا هم به شفاشون دست پیدا کردم و هم دختر نازنینشون رو پیدا کردم و دو تا نوه هم دارن ماشاءالله. بله دو تا نوه هم دارم. شرمنده نه خواهش میکنم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت باشه مینای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون جانم. اگه امکان داره دست مبارکتون رو برام بالا ببرید. دستتون درد نکنه. به خدا میسپارم. ببخشید میشه تو مسابقتون هم شرکت کنم؟ بفرمایید. نظریتون رو بفرمایید. اسپاک به نظر من البته اونایی که سواد دارن نمیدونم ولی من اینجوری شما هم داری. اسپاک یعنی همدلی، یعنی پاکی، یعنی یکی بودن. یعنی که چیزی یعنی پاکی، همه چیزش پاک باشه، یکی دروغ توش نباشه. من تا این حد میتونستم بگم. زنده باشی عزیزم. ممنونم. به خدای مهربان میسپرمت. خدا نگهداره عزیزم. یه خواهشی ازت دارم نازنینم عزیزم. به خودت نگو که اونایی که سواد دارن، تویی که عزیزم پروردگار بهت عقل داده، مطمئن باش یک موقعی میبینی تو چیزهایی رو میدونی که اون سواد داراش هم درست نمیدونن. عزیزم نازنینم خودتو هیچ وقت از کم نگیر. ما انسان ها اشرف مخلوقاتیم. ما میدونی اینو؟ ما اشرف مخلوقاتیم. بس نازنینم عزیزم زنده باشی. من خیلی چیزا آموختم. اینم میاموزم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ. بله ما یه دونه از کارت ها رو با اجازهتون بخونیم دیگه نازنینای من. این کارت باز میمونه، باز برنامه تموم میشه میمونه کارت ها. اجازه بدیم. بله یه دونه از کارت ها رو بخونیم. بله دستشون هم درد نکنه. چقدر برای ما سپاسگزاریم از لطفشون. نازنین من خانم سپیده عزیز، سپیده نازنین از کشور عزیزمون ایران، از کرج صاحب نازنینای من گنجینه شدن. حالا چه جوری سپیده نازنین؟ البته اینو اجازه بدید من جایزش بخونم بعد در باره زندگی سپیده توضیح میدم. نازنینم بله سپیده نازنین برگشته گفته کسی که مثل من
چون سپیده نازنینای من، دختر بسیار باهوشی بوده تا سن 24 سالگی. در سن 24 سالگی تا 37 سالگی نازنین من تلسم داشته و متاسفانه چه بلاهایی که از زمانی که تلسم به سر سپیده، یعنی در از خانواده سپیده میاد، چه بلاهایی که به سرشون نمیاد. پدر شرایط خیلی خوبی داشته نازنینای من. تمام حالا من اجازه بده اینو بخونم. نتیجهش اینه که سپیده عزیز میگه کسی که شرایط منو داره، شرایط سپیده رو داره که من الان براتون توضیح میدم، برای اون حاضره که 4 تا آینه تهیه کنه، به این دلیل که 3 تا آینه دیگرم خودش کسانی رو میشناخت و هدیه کرده. 7 آینه به اسم 7 استاد. دست سپیدی جان درد نکنه، ممنونیم از لطفش و کارت خوشگل قشنگی هم برامون فرستاده، ممنونیم. عزیزای من، گلای من، بس زندگی سپیده این چنین بوده که برای خانواده متاسفانه تلسم میشه. سپیده پدر و مادرش از وضع مالی بسیار خوبی برخوردار بودن و متاسفانه این چنین میشه که زمیناشون، خونه‌هاشون و ملک زیادی از دست میدن و دلیل این میشه که پدر متاسفانه اختلاف حواس پیدا میکنه. بعد اینکه تلسم برای زندگیشون، البته آشوبایی بسیار زیادی میاد، تا حتی میگه که آخه پدر مادر من بسیار انسانایی نسبت به هم وفادار و خوبی بودن، ولی پدر مادرم متاسفانه به جدایی کشتن، من دیگه از نظر دانشگاه نمیتونستم و موقعیت بسیار بدی برام شده بود و کاملا ناامید از زندگی. و یک شب خوابی رو دیدم که انگار این خواب برای من راهی رو نشون میده. میگه راهی رو، فقط راه پر نوری بود، دیدم که فقط اونجا نوشتم قدرت پنهان. گفتم آخه این قدرت پنهان چی هست، کی هست اصلا؟ میگه خب خیلی کتابای مختلف رو به اسم قدرت پنهان پیدا کردم، خوندم، ولی دیدم هیچ. بعد یک روز که خونه یکی از بستگانم بودم، دیدم که شخصی اومد تو خونه که قبلا اون شخص ناراحتی قلبی داشت و میدونستم که اصلا اجازه حرکت کردن نداره، و دیدم که این شخص اومد خونه با یه خانومش که خانومش هم ماشاءالله هزار ماشاءالله پا به ماه بود. سوال کردم، تعجب کردم، گفتم که آیا این علیه که من میبینم؟ میگه خیلی وقتم بود توی خونه نرفته بودم و با خانواده تقریبا قطع. بعد گفتن آره. بعد میگه خب علی که گفتن ناراحتی قلبی داشته از 7 سالگی و هیچ وقت نمیتونه اجازه نداشته، حتی علی وقتی راه میرفته دیگران دور و برش بودن. بعد برمیگردن میگن ما از قدرت پنهان شفاشو گرفتیم، یعنی از نور الهی شفاشو گرفتیم. بعد کنجکاو میشه، میگه قدرت پنهان، قدرت پنهان چی هست، کی هست؟ نازنینای من راهنماییش میکنم و میگه من اینو خواب دیدم. میشینه زار زار گریه میکنه نازنینای من. حالا دار و ندار زندگی بسیار ناچیز براش مونده بود، چون تمام اینا رو از دست داده بود. مادر نازنینای من، البته پدر به اختلاف حواس متاسفانه گرفتار شده بود و پدر رو متاسفانه بر اثر تصادف ماشین از بین میره نازنینای من. به این دلیل که اصلا انگار که راه و خونش هم دیگه نمیتونست متوجه باشه و میره. متاسفانه یه کامیون میزنه، پدر از دنیا میره. هنوز ما رو نمیدونسته نازنین. و مادر میگه به دلیل این که دیگه خیلی اذیت میکرد و اینا، مادر رو برده بودیم جاهایی که نازنینای من سالمندار رو نگهداری میکنن. میگه تقریبا دیگه زندگی تموم شده بود. و وقتی که این که برگشتن گفتن علی شفاشو گرفته و دیدم خدای صد هزار مرتبه شکر ماشاءالله ازدواج کرده و خانومش پا به ماهه، و گفتم این در بس به روی منم میتونه باز باشه. گفتم چجوری میتونم باشون تماس بگیرم؟ به من گفتن شمار تلفنشون رو داری. تماس گرفتن نازنینم و بهش گفتیم عزیزم نازنینم یه مدت برنامه رو نگاه کن. تا حتی اولین بار یه مقدار خودشم میگه، سپیده میگه ازت ناراحت شدم به این دلیل که من زنگ زدم کمک میخوام و تو میگی یه خود برنامه رو نگاه کن. خب خانم من زنگ زدم کمک میخوام، احتیاج دارم. و باسم بهش گفتیم عزیزم نازنینم یه مدت برنامه رو نگاه کن، زمانی به ما زنگ بزن که واقعا ایمان تو سپردی به لطف پروردگار، با ایمان قوی میخوای اقدام کنی.
بله، به اون نتیجه رسید. این بار که زنگ زد طرز صحبتش فرق کرده بود. اون ایمان رو تو نفسش احساس میکردی، اونی که حالا کمک میخواست اونو کاملا متوجه میشدی. و نازنینای من، گلای من، با لطف خدای مهربان، با لطف پروردگار، بله البته کامل نداشت پول آینش رو بده نازنینم، خودش تلاش کرد و یک مقدارم مسجد بهش قرض دادیم نازنینای من، چون بعدم برگردم. و نازنینم عزیزم آینه براش تاییش و شفای نور الهی رو گرفت و خدا رو شکر میکنیم. الان سپیده عزیز ما نازنینای من، مادر گرامیشم، در خونهشون، در خونه داره نرمال زندگی میکنه. البته از کرج رفتن به جای دیگه نازنینای من، و خدا رو شکر میکنیم که زمانی که شفاشو گرفت نازنینم صاحب ثروت بسیاری هم شد. حالا به این دلیل که دوست دارن در کشور عزیزم ایران زندگی کنن، اجازه بدین نازنینم مبلغ ثروتی که به دست آوردن رو اصلا نگیم براتون، ولی خدا رو شکر میکنیم که تا اونجایی که ما خبر داریم برای بیشتر از 40 نفر فقط خونه خرید. ممنونیم از لطفشون، سپاسگزاریم از نور الهی. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام مینه مددی عزیزم. سلام عزیزم، حال شما خوبین؟ بفرمین جانم. زنده باشی عزیزم. جانم از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. ایران عبادت میخواستم به نام معصوم مادر دختر بس. از معجزه ها جانم، از معجزه ها دو فرزند عزیز که در فرانسه کرولال بودن به لطف نور الهی و دعای استادان عزیز شفا پیدا کردن، بله. و اسم این دو کودک را ایرانی گذاشت. ایرانی اسمشون رو گذاشتن؟ دیگه چی میدونی عزیزم؟ از اینا ما زیاد داریم. آذر خانم عزیز که از مشهد مقدس سرطان داشتن به لطف خدای بزرگ و دعای استادان عزیز شفا پیدا کردن. لطیف خانم عزیز که در سی سی او بودن و دکتر قطع امید کرده بودن به لطف نور الهی و دعای استادان عزیز شفا پیدا کردن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ عبادت برای چی میخوای خانمم؟ بد شدی خواهرم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم، امیدوارم بتونی بیای عزیزم. دو تا کارت من دارم که هنوز کامل نشدی تو. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. عرض ادب و سلام دارم به مینای عزیزم و 7 استاد محترم. مرسی جانم، بفرمایید. مینای عزیزم خواستم تشکر کنم از تمام زحمات بی‌دریغ شما و 7 استاد محترم بابت عشق و محبت، سلامتی و آرامش و برکت گشایی که به خانه های من آوردید و از باران رحمت الهی. شکر خدا، شکر پروردگار، باران باری. بله شکر پروردگار. تشکر میکنم از دعاهای خوبتان. الهی شکر. از کجا زنگ میزنید؟ کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت میخوام، بله، برای مهناز مادر ماه جان. معجزه ها؟ از معجزه های قدرت پنهان آقای امیر بودن از لاهیجان که سرمایه گذاری کرده بودن برای الماس، بله. به لطف خداوند مهربان و دعای 7 استاد محترم به الماس دست پیدا کردن. آقای امیر چند تا کارخانه چای در لاهیجان دارن، البته برای 5-6 ماه از کشور عزیزم ایران بیرون هستن و گفتن برای کسانی که در کارخانه کار میکنن و خانه ندارن برای آنها خانه تهیه میکنن و دختر عزیزش خانم شفیق گفتن خیلی از دانشجوها را میشناسن که از اینجا رفتن چون هزینه دانشگاه براشون مشکل بود، خواسته بودن که هزینه دانشگاه را برای آنها تهیه کند و کمکی باشه برای دانشجوها که بتوانن به راحتی ادامه تحصیل بدهن. مرسی جانم. عبادت برای چی میخوای خانم؟ سلامتی و آرامش میناید. سلامتی و آرامش رو پروردگار بهت هدیه کنی. خدا یار و نگهدارتون. ممنونم مینای عزیزم. جانم بفرمایید. میشه لطف کنین دست مهربون تو برای من بالا ببرین؟ چشم نازنینم، چشم. خدا یار و نگهدار. خدا نگهدار. به خدا میسپارم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه. ببخشید من. بله اینجا که هستش میشه گفت امروز خیلی سرده نازنینای من. بله. میشه گفتش که اگه درجه رو چک کنین که زیر صفر، البته 40 درجه زیر صفر هستی. بله. انشالله که مواظب باشین تورنتویی ها عزیزا،
اینا که در کانادا زندگی میکنن، امیدوارم که حواسشون جمع باشه و سرما نخورن. و این عدسه ای هم که ما کردیم دلیل خاصی داشت نازنینای من، و دلیلش هم انشاءالله اینو مطمئن هستیم که یه شخصی آرزویی کرد و بهش گفتیم انشاءالله. مطمئن باش، با امید خدا بهش میرسیم. زنده بشه ایزن. منم یه آرزو کردم از شما فداتون بشم. زنده بشه ایزن. بفرمایید. هر دفعه که من عطسه میکنم خواهرم، هر دفعه که من رو ایر عطسه میکنم یه عده زنگ میزنن و میگن که مینا همون موقع یه چیزی نیت کردیم، کمتر از سه روز برامون انجام شد. من یه آرزو کردم مینا جانم عزیزم، یه آرزو کردم زمانی که عطسه زدم. عزیز دلم سلام عرض میکنم. سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ بفرمایید جانم. زنده بشه. از ایران، از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله. پیش آتیش ورود آریای عزیزم رو بهتون تبریک میگم، چشمت روشن. ممنونم عزیزم. و جا داره که از استادای عزیزم، از استاد عزیزم شکر و سپاسگزاری باشه. زنده باشه. از خدای بزرگ اون شکر و سپاسگزاری میکنیم. استادای عزیز ما ماهی یک بار آسمان کشورمون نورباران میکنن و قلب و دل و خونه ما نورباران میشه. و جا داره ازشون تشکر بکنیم به خاطر باران رحمتی که در این چند روزه شکر پروردگار، شکر خدای من واقعا سپاسگزاری. زنده باشه. عبادت میخواستم به نام آلاله، بله، نام مادر رازیه، بله، از موجودات قرص پنهان، نسرین خانم و آقای سازمان عزیز پسرشون که 9 سال در زندان بودن بر اثر جادوی عمش، و نسرین خانم با گریه های زیاد با چشم و بیناییش را دست داده بود، آینه تهیه کردن و ایشون شفا گرفتن و پسر عزیزشون آقای سازمان بعد از 9 سال آزاد شدن و به طرف 9 سال زندانی بودنشون به نیت 9 سال 9 آینه تقدیم عزیزان دیگری کردن و هدیه دادن و نظرخواهی هم حتی کرده بودن از عزیزان که چی کار بکنن اما شما ببخشن یا نه. درست، ممنونم عزیزم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ عبادت برای عشق و محبت میناجون. عشق و محبت پروردگار تو زندگی حفظی و شاقم بر همه عزیزان و عاشق مبارک باشه. آمین. میناجون در مسابقتون میتونم شرکت کنم؟ حتما. بفرمی خانم، بفرمی جانم. خواهش میکنم مینا جون، بالاترین و بیشترین عشق، بالاترین و عشق رو عشق الهیه که شامل همون عشق مادرانه میشه، شامل عشقایی که واقعا بدون ریا باشه، که در قلب انسان تپشه، قلب انسان برای خدا بتپه، کسی که خدا رو میشناسه، عاشقشه، هیچ وقت وجدانش خراب نمیشه، هیچ وقت به کسی ظلم نمیکنه. مادر و پدر بچه هاشونو تو خیابونا نمیذارن که برن برشون کار بکنن یا اینا رو بفروشن و سر از کجاها در میاره. پس در این صورت عشق الهی باید در قلب باشه و به نظر من بالاترین عشق، عشق الهی اون که به جای خود، ولی عشق مادرانه هم میشه در عشق الهی. دقیقاً. قربونت برم. زنده باشیم، به خدا میسپارم. زنده باشیم. خدا نگهدارت. مرسی. قربونت برم. متشکرم. خدا. عزیزای من، گلای من، طبیعتاً عشق به خدا که باید خالصانه باشه. انشاءالله وقتی عشق به خدا خالصانه داشته باشیم دیگه تمام زندگی مطمئن باشین، حرکت‌های دیگه‌مون هم مطمئن باشین پسندیده است. مطمئن باشین بسیار خوبه نازنینای من. و احترام به پدر مادر و عشق به پدر مادر جزء واجباته، اینا هیچ شکی نیست نازنینای من. ولی در هفته عشاق هستیم، برای دو قلب عاشق میگیم نظریتون بهترینش چیه؟ اصلا یه عزیزی که دوتا، یه پسر دختر، یه خانم آقا که به هم میرسن، بهترین عقایدی که برای آیندهشون داشته باشن چیه؟ شما در نظر بگیرید نازنینای من. یک موقعی میبینی خدا اینه کرده، خدا اینه کرده، یکی از زوجین یه مشکلی براش پیش میاد، مثال خدا اینه کرده زیباییش از دست میده، یه تصادف میاد و اون یکی رهاش میکنه. نازنینای من، گلای من، اینا یه چیزایی که من بهش اشاره کردم، شما هم یه مقداری چیز باشه. نازنینای من، گلای من، راجع به دو تا پارتنر داریم صحبت میکنیم، حالا دو تا زوج، بله. و میدونیم که عشق به خدا که اصلا کسی که اونو داره، نازنینم، همه چی داره تو زندگیش. و احترامم از اون لطفی که نازنینم پروردگار تو قلبمون میذاره، وظیفه‌مونه به پدر مادرامون احترام بذاریم.
بله. و یه مسئله هم یادمون نره نازنینای من، پدر مادرها یک موقعی متاسفانه اینو باید بدونن، خدایی نکرده اختلافایی پیش نیارن بین، مثال در انتخاب ازدواج برای فرزندانشون، یک موقع است که پدر مادرها میبینی که پافشاری میکنن و متاسفانه خیلی از زندگی ها هست که نازنینای من واژگون میشه به این دلیل که ازدواج ها رو خودشون انتخاب نمیکنن، بر اثر رودرواسی که پدر یا مادر انتخاب کرده متاسفانه ازدواج ها انجام میشه و اینا ازدواج هایی هن که نازنینای من میشه گفت یک موقعی هم انسان میبینه خیلی سستن، به این دلیلی که ازدواج کردن فقط مثل این که شما میری، مثال شما باید در روز حتما غذا بخوری نازنینم، یعنی چه شرایطی داره، ولی اون شخص که ازدواج انتخاب میکنه، ازدواج میکنه، خود اینم مقدسه. خدای مهربان پروردگار به ما این حق رو میده که ما ازدواجامونو انتخاب، یعنی دوست داشته باشیم، چه مردمونو چه زنمونو قبل از هر چیزی دوستش داشته باشیم نازنینای من. وقتی انسان همسرش رو دوست داره نازنینای من، خیلی از مشکلات براش آسون میشه، فرق نمیکنه یا خانمش باشه یا شوهرش باشه. پس دوست داشتنم یه دونه از حقاییه که پروردگار شامل حال ما انسان ها کرده، اونو باید بشناسی انشالله. خطی بگیریم با شما باشی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام عرض. سلام جانم، حال شما خوبی؟ بفرمین جانم. هفت نور الهی. هفته عشق بر شما مبارک. به تمام عاشقان عزیزم مرسی مبارک. جانم. مرسی عزیزم. بفرمین. قربونت. ورود آریای عزیزم هم تبریک میگم. فداتون بشم. زنده باشی. ممنونم نازنینم. جانم بفرمین. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم به نام رضا مادر مرضیه. ام معجزه ها جانم. از معجزه های قدرت پنهان سعید آقا از اصفهان که از کامیون افتاده بودند و فلج شده بودند، به لطف خدا و عبادت های هفت استاد گرامی شفا پیدا کردن. خدا رو شکر. مرسی جان. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ عبادت عزیزم برای سلامتی و آرامش. سلامتی و آرامش رو پروردگار تو زندگی بهت هدیه کنه. خدا یارو نگهدارتون. مینای عزیز. جانم. مینای عزیزم جانم بفرمایید. میتونم توی مسابقه شرکت کنم؟ بفرمایید جانم. بفرمایید نازنینم. به نظر من عشق پاک یعنی صادق بودن، یعنی یکی شدن، ایمان داشتن به هم، مخلص بودن و اعتماد کردن و احترام گذاشتن عزیزم. بله، بسیار عالیه. سپاسگزارم از لطفه. احترام از عشق میاد. این شاله به امید خدا. مرسی عزیزم. خدا نگهدارتون. قربونت برم. خداحافظ. فدای تو. خداحافظ. خداحافظ عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم بفرمایید. جانم صدای منو داری؟ الو. سلام مینا خانم. سلام جانم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. حال شما خوب هستی؟ هفته عشاق بر شما مبارک و همچنین بر شما عزیز مبارک. همه بینندگان عزیز. ممنونم، زنده باشی عزیزم. جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ بله، دعا میخواستم به اسم ملوک، نام مادر طلا. ام معجزه ها؟ از معجزات قدرت پنهان، ماجرای دو تا جاری که سوسن خانم و همسرشون به آفریقا برای تفریح سفر میکردن، سفر کرده بودن و طی این سفرشون دو تا مجسمه خانم سوسن برای گلی خانم جاری خیلی زیبا و اصیل خودشون به علت حسادتی که بهشون داشتن میارن که البته این مجسمه دچار طلسم سیاه بود دقیقا. و گلی زیبا و اصیل از همسرش متاسفانه جدا میشه و در عرض 40 روز ایشون مو، دندان و همه زیباییش رو از دست میده، تبدیل به یه پیرزن میشه. خلاصه بعد از چندین سال خانم سوسن دچار سرطان میشن و 3 ماه بیشتر برای زندگی وقت نداشتن، اما استاده گفتن که اومده بودن که یعنی مثلا شفا پیدا کنن، استاده گفتن که بره و توبه کنه و اینطوری ماجرا اصلا کنن رو شد و خانم گلی خوشبختانه زیبایی خودشون رو توسط نور الهی به دست آوردن و شفا الهی و معجزه قدرت پنهان شامل حالشون شد. عبادت برای چی میخوای جانم؟ برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش. مینو خانم میشه منم تو مسابقه شرکت کنم؟ میشه من عبادت رو بنویسم تموم شم؟
خدای مهربون سلامتی و آرامش رو بهتون هدیه کنه. خانمم نازنینم، از بیننده های قدیم ما هستی، مشخص از عبادتی که گفتی. بله بله، بعضی جاهاش رو این برنامه میبینیم و اعتقاد داریم. بعضی جاهاش رو معجزات بسیاری هم دیدین مینا خانم. بله. شکر خدای مهربان. بعضی جاهاش رو درست نتونستی توضیح بدی ولی متوجه شدیم بینندمون هستی تو مسابقمون. بله بفرمایید، نظریات قشنگتون رو بفرمایید. خیلی ممنون. به نظر من پاکترین و اصیلترین عشقیه که اولا نور الهی در اون حضور داشته باشه و ایمان در اون باشه و عشقی که با شناخت از خود گذشتگی و بدون هیچ گونه چشم داشت و توقعی باشه، عشقی که در اون صداقت وجود داشته باشه. انشالله با امید خدا، با امید خدا، به خدای مهربان میسپارم اتون. خدا یار و نگهدارتون. خیلی ممنون. اگه میشه دست پرمهر و مهربونتونم برام بالا بزنید. خدا حافظ. خدای مهربان عشق و محبت سلامتی آرامش و برکت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. بله گلای من. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. الو سلام خواهرم. سلام برادر عزیزم، حال شما خوبی؟ بفرمین. کشور عزیزم ایران، زنده باشید. کشور عزیزم ایران. بله به چه اسم؟ به نام مهدی، نام مادر دلدار. ام معجزه ها برادرم؟ از معجزات قدرت زنان خانمه آقای نیازی بودن که به گنجونه دست پیدا کردن. بله. آقای سعید طباطبایی بودن که به لطف خدا و عبادت عبدالستار عزیز. برادر میتونی سری از معجزه ها بگی یا خیلی نمیدونی؟ چرا میدونم. خب ببخشید منو، خیلی منتظرمون میذاری برادر، اینگار زیاد نمیدونی. انشالله یاد بگیری معجزه ها رو و برنامه رو ببینی انشالله بیه. من یه کارت بخونم تا اون موقع. بله نازنینای من سعی میکنیم کارتامونو. بله جانم ببخشید اینجا با من داشتن صحبت میکردن. بله خانم هانیه داره مسئله این رو میگه، من الان بر شما عزیزم عنوان میکنم. عزیزای من، گلای من، سپاسگزاریم از لطف خدای مهربان با این کار قشنگی که این خواهر عزیزمون انجام داد. ممنون. به خاطر همین این کارتو به من گفتن از اون زیر، حتما اینو بخونش نازنینای من. خانم نسترن، خانم نسترن عزیز جزء کسانی هستند که در امریکا زندگی میکنن و صاحب سرمایه گذاری کردن و صاحب 2 میلیارد دلار نازنینای من به الماس دسترسی پیدا کردن. خدا رو شکر میکنم. و نسترن نازنین ما چیکار کرده نازنینم؟ برای 87 نفر نازنینای من دیه پرداخته و اونا رو از زندان آورده بیرون به مناسبت روز عشاق. و بله برای ما داره میگه که روز عشاق بر تک تک عزیزانمون بیننده هامون مبارک باش. و این کارت مادرشون برای من از ایران فرستاده نازنینم. کارتم امیدوارم کارتاتون رو دیگه خودتونم میشناسین نازنین. دستشون هم درد نکنه، البته من اینو اینجا بذارم اشتباه نشه. بله نازنینای من، گلای من، سپاسگزارم. کار بسیار قشنگ و زیبایی شما در نظر بگیرین. این همه عزیز بله به مناسبت هفته عشاق چقدرم عالیه. خانواده ها دوباره تونستن با هم زندگی کنن. سپاسگزاریم از نور الهی نازنینای من. انشالله پروردگار به تک تک شماها کمک کنه، سرمایه گذاری کنین. ببینین نازنینای من، اگر اولش ازتون بسیار سوال میکنیم، میگیم وقتی سرمایه گذاری میکنی، وقتی به این همه ثروت دسترسی پیدا میکنی، واقعا میخوای چیکار کنی؟ بعد بعضیاتون حتی اشتباه میکنین، اینجوری میکنین، ما به مسجد شما کمک میکنیم. عزیزم نازنینم اصلا این جواب ما نیست. مسجد ما اصلا احتیاج به کمک شما نداره. مسجد ما با نور الهی، با لطف پروردگار نازنینم، با فروش کتابام، با کنفرانسایی که میرم نازنینای من، مسجد الحمدلله به بهترین وضع داره میگرد. و بچه های خیابونی نازنینای من در نظر بگیریتون، با اونها هم میتونم تا حدودی کمک بشم. 224 تا بچه دارم، اونا جزء وظایف منه که نازنینای من اونا رو هم مدت‌های طولانی دارم. اونها با فروش کتابا، با کنفرانسایی که میرم نازنینم جوابگو هستم.
مسجدم انشاءالله هستم تا زمانی که. بس کمک هایی که میگیم شما چه کمک هایی میکنیم، منظورم این نیست برای ما کمک کنیم، منظورم اینه که عزیزم در کشور عزیزم ایران واقعا چی کار میکنیم. نازنینم عزیزم، برنامه علمی عبادی نداره به نازنینای ما دونه دونه بیاد کمک کنه. یک موقع هایی خانم هایی زنگ میزنن و میگن اجاره ماهمونو نداریم، از جایی که هستیم ما رو میخوان بیرون بندازن، و خیلی راحت بهشون میگیم مادرم خواهرم عزیزم ما پول نداریم به شما بخوایم کمک کنیم، چون واقعا نمیتونیم، این همه رو نمیتونیم، جوابگو نیستیم عزیزای من. یا در نظر بگیرید نازنینای من از عزیزانی که جدا میشن، حالا به طلاق، حالا به هر مناسبتی، و میگن ما جا نداریم بریم زندگی کنیم. خب عزیزای من قدرت پنهان توان نداره، ولی شما عزیزی که تلاش میکنی، زحمت میکشی، به دست میاری ثروت، نازنینم من که کشور عزیزم ایرانو ندیدم، ولی شما که اونجا زندگی کردی، وقتی بلند میشی نازنینم میری به 10,000 نفر، 5,000 نفر، 2,000 نفر، 1,000 نفر کمک میکنی، خب این کمکیه که قدرت پنهان میتونه داشته باشه. در اصل یه شخصی میشه نازنینم، یعنی هر، البته شکر خدای مهربان آدمای مختلف این کار کردن، وقتی شخصی میاد تلاش میکنه میتونه سرمایه گذاری کنه، به الماس دسترسی پیدا کنه و بعدش میتونه برای دیگران کمک باشه. بس به ما نمیخواییم کمک بکنید، ولی کمک برنامه علمی عبادی اینه نازنینم که شما که توانشو داری به گنجینه دسترسی پیدا کن و شما بشو در اصل ماموری که از طرف نور الهی وظایفی که روش فونت میاد. نازنینای من، گلای من، با گنجینهی که به دست میاریم، با هزینهی که به دست میاریم، شما در نظر بگیر مگه خانواده چقدر لازم دارم؟ نازنینم عزیزم، مگه یک خانواده، شما بگو 1,000 نفریتون، برای 1,000 نفرم تو خونه بخر، برای 1,000 نفرم بهترین ماشینو بخر، بسیار ثروت تو زیاده، هنوزم بسیار داری. بس خود این که حرف قشنگی، بعضی از عزیزانمون که به گنجینه دسترسی پیدا میکنن حرف قشنگی میزنن، میگن وقتی که ما کمک میکنیم چقدر احساس قشنگ زیبایی به خودمون دست میده و ما از این احساس ها محروم بودیم، و قدردانی میکنن از برنامه علمی عبادی که اینها رو به این احساس ها نازنینای من رشدشون میده. بس نازنینم عزیزم، ثروتی که به دست میاری بسیار زیاد، بس طبیعتا لازم نیست ما به شما معرفی کنیم، ولی شما عزیزای من میرید با حرکت های قشنگ و زیباتون واقعا ما رو خوشحال میکنی. خطی بگیریم با شما عزیزا باشی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام بر مینای عزیزم. سلام جانم، حال شما خوبی؟ نازنینم بفرمی. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، اجازه میخواستم برای نرگس خاتون، نام پدر محمد تقی. ام معجزه ها عزیزم، آقا فرهاد عزیزم که همسرشون معلم بودن و به دلایلی از کار برکنار میشن و ایشون ناچار میشن به علت مشکلات مالی در خانه پدرزنشون زندگی کنن. پدرزنشون لبو فروش بودن و ایشون از خاک خونه به برنامه علمی عبادی قدرت پنهان میفرستن و با عبادت حرف استاد بزرگوار و با لطف پروردگار ایشون صاحب گنجینه میشن و 180 نفر از افرادی که لبو میفروختن مغازه میدن و شرطشون هم این هستش که در کنار مغازه لبو بفروشن. بله. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای برکت باشه های مینای عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی هدیه کنه به هدیه عزیزم. متشکرم. مینا جونم. جانم بفرمی. میتونم در مسابقتون شرکت کنم؟ بفرمی. به نظر من افتخاری که خالصانه و با ایمان و بدون هیچ چشم‌داشتی از سمت عاشق به سوی معشوق و بالعکس هدیه بشه. زنده باشی. دست شما مهرتون هم میخوام برام بلند کنید. زنده باشی عزیزم. خب خانم من یه سوالی ازت دارم. خیلی خوش. شما ازدواج جان. کردی؟ شما ازدواج کردی؟ نه. خب اگه یه روزی یه شخصی رو عاشقش بشی، بعد اون شخص بگه من نمیخوام، مثلا اصلا دوست ندارم، وضع مالیشم خوبه، بگه من با اینکه بخوام تو تالار رو نمیدونم با خیلی از تشریفات مخالفم،
آیا میخوای همینطوری زن من بشی؟ بس. قبول میکنی؟ دوست داری اینو؟ بله. الهیش. پس ایشالله برات. من نمیایم. پس اگه بهتون زنگ بزنن الان خواستگار برات پیدا میشه. نازنینم. ایشالله که موفق باشی. خدا نگهدار. اشکال نداره. متشکرم. اشکالی که نداره. مطمئنم. خدا. ایشالله که موفق باشی عزیزم نازنینم. بله تشریفات ها رو انشالله بعضی ها هستن نازنینای من خیلی ها هستن الان عزیزانی رو داریم که به گنجینه ها دسترسی پیدا کردن و یه مسئله رو البته این زیاد جالب نیست سعی نکنید اینو کپی کنید من خودم انگشترم نازنینای من چیزیه که همسر عزیزم نازنین من اولین انگشتری که تو دست من کرد با این رویه گل و کند و لولش کرد به صورت حلقه کرد اون حلقه اصلی منه نازنینای من طبیعتا برای خودم درست کرد و عزیزای من گلای من اون من شاید طلاهای بسیاری رو تو زندگی از خانواده طبیعتا هممون میگیریم هدیه میگیریم ولی هیچ کدومشون نازنینای من به اون با ارزشی نیست که هنوزم اونو همیشه مطمئن باشین همراه هم دارم و حلقه اصلی من همونه انشاءالله که عشق رو بشناسیم نازنینای من و اینی که انسان وفادار باشه ما انسان ها طبیعتا حق ازدواج داریم ولی خدا اینه کرده نازنینای من گلای من اتفاقی هم برامون میفته اون با وفا بودنم خیلی مهمه که انشاءالله اون راه رو بشناسیم بعضی از البته بعضی از خانواده ها هستن متاسفانه بعضی ها رو تو زندگی عصبانیشون میکنن به این دلیل که میگن خب چرا مثال شما ازدواج نمی کنین ولی نازنینای من گلای من اگر کسی رو داری در خانواده و عاشق نازنینم اینم خواهش میکنم عاشقه میدونی عاشقه و حالا همسرشو یا خانمشو از دست داده دوست داره وفادار بمونه نازنینم عزیزم سعی نکن که بخوای مثال به خاطر خواسته خودت حالا یا مادر هستی یا پدر هستی یا عمه هستی سعی نکن به خاطر خواسته خودت آزارش بدی و بگی خب تو موقعیت داری چرا ازدواج نمی کنی؟ نازنینای من گلای من اینم یه مسئله ای که ما میدونیم بعضی ها از شنیدن این حرفم عذاب میبرن انشالله که گلای من نازنینای من عشق مقدس و عشق پاک رو بشناسیم بدونیم و واقعا زیباست اگر هر چقدر هم زندگی های عشقای کوتاه عشقای پاک کوتاه باشه مسئله نیست نازنینای من انسان هیچ وقت از خودش جدا نمیبیندش آره گلای من خودم جزو کسانی هستم که واقعا لحظه ایم نمیتونم باور کنم که مثال همسرم از من جداست نه همیشه من احساس میکنم با من نازنینای من عزیزم به این دلیل که انسان خب پیمان بسته و انشالله همیشه همون پیمان ها این چنین باشه که انسان خاک جداش کنه نه اینکه خدا اینی کرده طلاق و این نوع مسائل خطی بگیریم با شما عزیزا باشیم جانم بفرمایید سلام عرض کردم سلام جانم حال شما هفته عشاق بر شما مبارک عزیزم زنده باشیم بفرمایید جان کشور عزیزم ایران تماس میگیرم کشور عزیزم ایران عزیز غرق رحمت باشه زنده باشیم ممنونم غرق رحمت باشه خدا ان شاء الله قبول کنه ما جبران زحمات های شما رو که نمیتونیم جبران کنیم عزیزم خواهش میکنم بفرمایید شب جمعه که میشه خدا ان شاء الله قبول کنه سوره یاسین رو براشون هدیه میکنم برای زنده باشیم ممنونم عزیزم بفرمایید جانم الهی که قبول حق باشه کشور عزیزم ایران تماس میگیرم بله به نامه حسین نام پدر ایسا ام مجزه ها نازنینه فرید خانم عزیزم که بچه دار نمی شدم با تهیه آینه به لطف خدای مهربان با هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردن و همسرشون به بچه های خیابونی کمک کردن شکر خدای میشه مرسی عزیزم عبادت برای چی میخوای؟ برکت گوشای مینای عزیزم خدای مهربان برکت تو زندگی به تهدیه کنی خدای مهربان شما را برای ما نگه دارید. زنده باشی عزیزم. مینه عزیزم میتونم تو مسابقه شرکت کنم. حتما بفرمایید خواهش میکنم. روز عاشق روز عشق اما من به نظرم عاشق نباید در پی آسایش خود باشد. در عاشقی باید نیش غم را هم تحمل کرد. بله.
طبیعتا زندگی اینو داره، همیشه همی زندگی ها داره، درست؟ بله واقعا. مرسی عزیزم، خدا نگهدارت. سرش گلتو میبوسم روی موهایت. عزیزم خدا نگهدارت. مرسی عزیزم، خدا نگهدارت. خدا حافظ عزیزم. خدای مهربان سلامتی و آرامش عشق و تو زندگی بهتون هدیه کنه و برکت و نازنین نایمه. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. با سلام خدمت شما خواهر عزیزم. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ بفرمی. از کشور عزیزم ایران زنگ زدم. کشور عزیزم ایران؟ بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای آروین. بله. نام پدر علی. ام معجزه ها؟ بعد معجزات قدرت پنهان آقای کاظم که چند تا مغازه طلا فروشی در تجریش تهران داشتند. بله. متاسفانه معتاد شده بودند. همسر ایشون از طریق برنامه قدرت پنهان برایشون آینه تهیه کردند. بله. و برادر عزیزمون آقای کاظم به لطف و قدرت خداوند متعال و دعاهای هفت استاد نازنین شفا یافتند. مرسی از تشکر خداوند متعال فرمودند که برای چند نفر از زکیداران تجریش مغازه تهیه میکنند. بله. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواییم؟ عبادت برای سلامتی آرامش و عزیزم. سلامتی و آرامش رو پروردگار بهتون هدیه کنه. خدا یار رو نگه دارتون. جانم. میتونم تو مسابقتون شرکت کنم؟ بفرمین، خواهش میکنم. بفرمین برادر. خارم عشق پاک عشقیست که مسلط، عشق پاک مسلطیست که رحسان ایمان خداوند متعال و دو زلان صداقت و ایثار باشد. اینشالله عزیزم. خدا یار رو نگه دارتون. میشه دست مهربونتون رو مثلا بلند کنید؟ حتما برادرم، حتما. خیلی ممنون. خدا یارو نگه دارت. خیلی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی و آرامش برکت رو تو زندگی بهتون هدیه کنه. ولی نازنینای من، بله، به من میگن که بیا و یه چایی بخور با یه دونه شکلات. چشم، ما میریم بخوریم و برگردیم در خدمتتون باشیم. با اجازتون.